در پس این پرده از قدرت جدیدی قرار است پرده برداری شود. و حالا با حضور رئیس جمهور در وزارت دفاع، از جدیدترین دستاورد وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران در حوزه پهپادی مهاجر 10 با برد پروازی بیش از 2000 کیلومتر رونمایی می‌شود. مهاجر 10 که رئیس جمهور از آن رونمایی کرد، آخرین نسل از پهپادهای خانواده مهاجر است که نسبت به نسخه قبلی خود مهاجر 6 دو برابر قابلیت حمل موشک و بمب‌های هوشمند بیشتری دارد. آمریکایی‌ها همین پهپادهای ایرانی را عامل اصلی از دست رفتن قدرت مطلق هوایی آنها در جهان می‌دانند. باید من تقدیر بکنم از ابتکار، خلاقیت، نوآوری، اقتدارآفرینی و عزت‌آفرینی که امروز در صنایع دفاعی در کشور وجود داره. یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت که برای کشور تولید و قدرت میکنه صنایع دفاعی کشوره. 1000 کیلومتر که ما امروز آقای سر رئیس جمهور از این پهپاد و دیگر دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نمایشگاه توانمندی‌های این وزارتخانه بازدید میکند. افزایش تیراژ که در واقع مطالبه مقام معظم رهبریه در دولت با همراهی وزیر دفاع و تعدادی از فرماندهان، بازدیدی 3 ساعته برای آنکه دستاورد دانشمندانی را ببیند که شاید هیچ وقت تصویری از آنها تا آخر عمرشان منتشر نشود. این دسترنج آنهاست در اوج تحریم به گفته رئیس جمهور. شما ماهواره طلوع 3 هست، اولین ماهواره در سایز مینی در کشور توسط گروه فضایی صنایع الکترونیک ایران طراحی شده. انشالله امسال به بله آماده میشه، امسال پرتاب میشه. دوربینی است که تصویربرداری 10 متر رو داره. در بخشی از این بازدید آقای رئیسی از توانمندی‌های جدید موشکی هم بازدید می‌کند. خدا رو آقای تهرانی ارشاد کنه شما بده. از نمونه‌های از موشک خرمشهر 4 و موشک حاج قاسم که در تعداد انبوه قرار است به نیروی هوافضای سپاه ملحق شوند. موقعی که وارد جو میشه اگر زمینگی هم بخواد دشمن روش بکنه هیچ اثری نداره، چون خطاهاش رو در خارج از جو همه رو خطاها رو صفر کنه. موشک خرمشهر 4 بردی 2000 کیلومتری دارد و میتواند ضد جنگ الکترونیک عمل کند و کلاهک خود را هدایت و هدفش را به گفته سازندگانش دقیقاً منهدم کند. مثل فشنگه، یعنی از لحظه‌ای که میری وارد میدان میشه تا شلیک کنه قبلا مثلا 1 ساعت و نیم طول میکشه تا این موشک آماده بشه. الان دیگه بلافاصله میشه شلیک کرد و قابلیتاش خیلی بالاست، دقتش خیلی بالاست. با استعانت از حضرت حق اومده جل و علا و در ذیل عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و با رمز مبارک یا حسین علیه السلام الحاق موشک راهبردی خرمشهر و موشک راهبردی حاج قاسم سلیمانی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام می‌کردند. بازدید امروز چطور دیدین حضرت؟ خیلی خوب بود. برای من بسیار روز خوبی بود. ابزار دفاعی کشور ابزار افتخار برای کشوره، چون از کشور دفاع می‌کنه، قدرت بازدارندگی داره و کشور ما رو به نحوی این کاری که در صنایع نظامی و دفاعی انجام شده قرار داده که امروز بسیاری از کشورهای منطقه و دنیا نگاهشون به ما کاملا عوض شده. دیروز به عنوان یک کشور مصرف کننده و محتاج نگاه دیگران، امروز به عنوان یک کشور تولید کننده و به عنوان یک کشوری که میتونه بالاترین سخنها رو در صنایع دفاعی و نظامی داشته باشه. آخرین برنامه رئیس جمهور حضور در جمع دانشمندان و مدیران وزارت دفاع بود، همانهایی که دسترنج آنها در نمایشگاه مورد ارزیابی رئیس جمهور قرار گرفت. کسانی که دست همکاری از طرف کشورهای دنیا، کشورهای منطقه به طرف جمهوری اسلامی دراز بکنن به عنوان همکاری، حتما دست اونها فشرده خواهد شد و جمهوری اسلامی بناش صلح، ثبات، امنیت در منطقه و در جهانه. کسانی که دستشون به طرف این کشور بخواد به تعدی و تجاوز دراز بشه حتما دست اونها به دست توانای نیروهای ما قطع خواهد شد.
رئیس جمهور قدرت امنیت ساز ایران برای کشورهای منطقه را به تعبیر خودش مدیون سربازان گمنامی دانست که قدرت ساخت قدرت را در اختیار دارند. یونس شالو، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.